به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد، خداوند جای و خداوند نام، خداوند روزیده و رهنمای. عرض سلام و وقت بخیری دارم خدمت تک تک شما بیننده خوب تلویزیون اصلاح. امیدوارم که سالم و صحتمند باشین و سرمای زمستان را با خوبی پشت سر گذاشته باشین و زیبایی های بهار را تازه شروع کرده باشین و از خوبی های بهار سیر بشین انشاءالله و این سبزه ها و سبزی های سال جدید را همیشه نظارگر باشین. بیننده گرامی، از برنامه بوی خوش روستا در خدمت شما عزیزان قرار داریم و آمدیم به قریه زیبای میرزا محمود مربوط ولسوالی انجیل. قریه زیبای سرسبز، قریه زیبای آرام، قریه پر از مردم مهربان. امیدوارم که تا پایان برنامه همراه من باشید و از داشته های این برنامه لذت ببرید. آخ بیا که آرزو دیدار و دارم دمی بشین که با تو کار و دارم وی دمی بشین تو نوریاد و دیده هم به تو رازای دلی بسیار و دارم ای مسلمون آب بی نیمال دادون مسلمون آب بی نیمال دادون که نارنج بام کنا ربرگ دادون که نارنج بام کنا ربرگ دادون که شما بگریم روزا بخندوم که شما بگریم روزا بخندوم. خب بیننده گرامی، در کنار جمعی از مهربانان قریه زیبای میرزا محمود قرار داریم و میبینیم که اطفال شیرین هم در جمع ما هستند و در فضای بسیار سرسبز و گوارای این قریه در کنار ارباب صاحب قریه هستم و میخوایم که ابتدا یک معرفی خود داشته باشن و بعد آشنایی درباره قریه از نزد ایشان کسب خواهیم کرد. خودم هستم عبدالظاهر از پل هاشمی از میرزا محمود. بسیار خوشحال شدم ایسه عبدالظاهر خان. شما قریه دار قریه این؟ بله، قریه دار قریه. دار قریه میرزا محمود. قریه دار میرزا محمود این. بله. بسیار علی، درباره حدود عربه قریه صحبت کنین که چی محدوده داره، شمالن به کجای؟ جنوبن میخوره به بارود. افته میخوره به بزود نزدیک سفرخان. پشت میخوره به حسن آباد. ای برم افته قبلا میخوره به قیوغا. محمود آباد. فهمیده؟ تقریبا 100 خونه میشیم، فامیل داریم، حساب داریم، ها برق نداریم. بله، برق نداریم. متاسفانه بیننده گرامی، از وقتی که اومدیم داخل قریه یک چیزی که توجه ما جلب کردی بود که این قریه در وسط تقریبا میشه گفت قریه ها قرار داره اما برق نداره. تا حالا بسیار ما رو شوکه کرد که چرا بعد از اینکه قریجات اکثریت اینا در حدود 7-8-10 سال بالاتر پایینتر این قریجات برقشی شده برق دارن اما متاسفانه قریه میرزا محمود هنوز برق نداره. دلیل این که چرا برق نداره جرباب سه بیشتر روش نمیندازن اما دوست دارم که مسئولینی که این برنامه رو میبینن توجه به داشته باشن و این سدخانه ای که در اینجا قرار دارن و از نعمت برق محرومن اینا رو انشالله از نعمت برق مستفید بسازین و مشکلاتی که دارن انشالله حل بسازین. دلیل از این چی بوده که تا حالا شما برق ندارید؟ دلیل از این ما اینا گفتن قلم مسکین تر پول خلی نداشتن برق خریداری کنیم، ما پول نداشتیم که بخریم، دولت هم کمک نکرد، خب ما چی کار میکردیم؟ نقواد ما نکشید. متاسفانه که بودجه آنچنان نداشتین که بتانیم برق داشتیم. بروجیر نداشتیم که ما برق بگیریم یا مالی بفروشیم یا کار بکنیم، هیچ چی نیه. خب معمولا این کار حکومت هست و دولت باید که حتما با مشکلات شما رسیدگی بکنن. از شوراهای انکشافی آیا کدام کمکی برای شما شده؟ چی کارهای انجام دادین؟ به کل از او کمک هیچ کمکی نو کمکی با ما نشده، نشده و نمیشه. چون یک جای قلعه خوردین به خاطر توجه هم آنچنه؟ صد نفر این با صد نفر همه میتون مسکین و ایرون های دیگه کسی نیه که بیایه.
این گپ اگه نکو تشکر امیدوارم که بله بس همین امبسگی ملی چی کارای کرده همین یک مجتمع 3 سال پیش ها 5 سال پیش شده و 5 سال پیش تا 5 سال که هیچ چی نشده دیگه امیدوارم که انشالله مشکلات حل بشه و مسئولینی که برنامه رو میبینن توجه خاصی برای این عزیزان داشته باشین و حداقل از نعمت برق اینا مستفید بسازین تا اینکه روشنایی به خانه های عزیزان هم بیایه خب بیننده گرامی بیننده ادامه برنامه بوی خوشروسا از قریه زیبای میرزا محمود باشید خب بیننده گرامی همچنان در جمع مهربانان قریه زیبای میرزا محمود هستیم در کنار یک تن از میشه گفت که جوان هم میشه گفت من نیفا جوان گفته میشه و نیم پیر مرد ما بین هر دو تا گومه پینجا 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 در کنار از این هستم ولی خب اگر از لحاظ جسمانی مد نظر داشته باشین که خب جوان هم نام خدا خب بموت امی فیگور گرفته اما گفته ورزشکارا منتها از لحاظ سفیدی سر و ریش که نگاه کنین دیگه جزء پیرمرد ها جزء پیرمرد این بعد تقریبا 20 جوان 80 پیره نه برعکس برعکس خب به هر حال میخوایم که صحبت های داشته باشیم با ایشان یک معرفی میخوایم که داشته باشن اسم مبارک شما اسم من نادر بعض بچه ها رفیق و دوستی نادر خان میگم اقلی میرزا محمود دمی ازم اقلی میرزا محمود تیم بلیا من یک اسم جدیدی برای شما اضافه میکنم نادر شاه زنده باشیم از این نادر شاه بگیرین چون خاطر همین منطقه ستا نادره از این ستا نادره من میکنم هر کدوم یک اسمی دارن کنال که میگم نادر خان خان کنیم نادر خان میگم هم سرام و مشخص این بچه هم سایانشون میدم کنه فلان جا سرای اینای انمی چی دست بعد به نام نادر شاه شما رو صدا میکنن دیگه چون ما دشتیم یکی از شاهان افغانستان نادر شاه بوده باشه فرق نمیکنه خیلی خوبه آله چی مصرفیت دارین چی کار میکنین خود ما کشتمندیم به حساب گندم میکاریم، اردن میکاریم، جو میکاریم، سبز داریم، علف اینا سبزیات اینا رو میدیم با ملاخ و شیری از اون شیر تولید میکنیم کمتر ما میخوریم بیشتری با شما شهری ها ری میکنیم با مقابل هر کیلوی 50 افغانی هم پول میذاریم از ما برادر نمینه دیگه بله نمینه یعنی خب خب هر حال زندگی به می رقم میچرخونیم خیلی هم زندگی خوبیه الا شکر خوبه بله همیز کم هم برق نداره من این مشکل دارم دیگه سولار داره من نمیچی در ابتدای برنامه جرباب صاحب هم تذکر دادن و ما هم گفتم امیدوارم که این مشکل حل بشه و دیگه از واقعا جای تاسف ما یعنی هر چی که بگم چون در دور دست ها ما برق داریم ولی در غیری که بر چهار طرف هم برق دارن شما برق داریم واقعا جای تاسفه خیلی نقدی کم است تقریبا 200 متر برق از ما دوره از این آنچنانی هم نداره اغزر چیزی هم نداره بله یا 200 متر برق از ما دوره خیلی خوب امیدوارم که انشالله این مشکلات حل بشه خب درباره که گفتین 20% شیرار شما میخورین و 80% رمره میخورین برای ما مردم شهر البته برعکس دیگه ما یا او شیر رفش رقم همون سربر و روغنا و چربی های اینا رو میگیرن بوده مشین میکنی شیرای مشین میکنی دوغار با شما میدین سر شیرار خود ما میگیریم با روغنا زر در عمره میکنیم هر بشکی به دو بشک با عوض میکنه میننده عزیز متوجه باشین که اینا یقدر ترفند دارن به یک چکی شیری که ما و شما میخوریم به شهر چقدر از او به قول ما مردم دی شیرای همی آوای زیر خیلی تر با شما میده آوای زیر مسکه میگم دیگه اونا از شما نو سر شیره و دو چیزای ما مسائل ما میگیریم بله اگه بعض در قریجات همی اکثرا شاید کار به شهر انجام بدن که ماسر میرز هم داخل خلیته که شیراز درست میشه به نام شیراز میگن یا ماس چکیده به هر حال همو از زیر از اون خلیته همو خلیته که آب میچکه همو دیگه هیچ استفاده نمیشه اون همو شیرایی که برای ما ری میکنه نه نه دیگه اونا چیزه ماسای چکیده شما میشه بله سر از کالکین به درک خونه ستاره این بری روی تو را بینم دوباره دوسو افتاد کواد من قرو گشتی بیا آشتی کنیم اثر دوباره بسیار علی
خیلی خوب بودک واقعا که میمار خوشحال کردین. البته جرباب صاحب بر بند ناختیم به یاد عاشقی های زنده باشیم. انشالله در ادامه برنامه با شما خواهیم بود و بیننده ادامه برنامه بوی خوشرسه از غریه زیبای میرزا محمود باشید. نسیم خاک کوی تو بوی بهار میدهد. خب بیننده گرامی، در داخل سبزه های زیبا و واقعا دلانگیز قریه زیبای میرزا محمود ولسوالی انجیل نشستیم، جای شما خالی. البته شما هم اگر دوست دارین که استفاده کنین در این فصل بهار و در این سال جدید از قریجات دیدن کنین و از این فضاهای خوب و زیبا بهره کامل رو ببرین. در کنار چند تن از جوانان قریه زیبای میرزا محمود هستم و میخوایم که صحبت داشته باشین، مونده نباشین. سلام عرض داشتن. شما خب پیرمردین، شما چرا خوب جمع جوان هستین؟ نه دیگه تا پیرمرد من نشدین دیگه. هنوز پیرمرد نشد؟ نه بابا، هنوز 42 سال سن دمانه دیگه. خیلی خوبه. اسم مبارک شما؟ اسمم عبدالرشید قریه میرزا محمود. عبدالرشید خان، چه کار میکنین که تنم خدا بعد از 44 40 چند سال عمر هنوز خوبه، میتو سالم و صحتمندین؟ والله کار ما به کار کشاورزی هم دیگه، می دامداری دیگه، کارم دیگه مشکل دیگه ندارین. خیلی خوبه. چند تا گوسفند دارین؟ تقریبا 20 30 تا دارین. خیلی خوبه. حتما دیگه امسال خوب برام بیا. پر بارندگی ان شاء الله، اول خدا خوب برابره. برا چند تا از این گوسفندا شما زید داده و چند تا بره دارین؟ 10 تا بره دارین، 10 تا میشه. انشالله که امسال هم تو خوب گوسفندا چاقه. چرا این گوشت گوسفند گران شده باز؟ گوشت گوسفند به تاثیر از اینکه بارندگی زیاد شده. نه که جلوی تا ما گوسفند میبردیم میدادیم چند دونه 2000 یا 3000 به گوسفند، کسی نمیخری. حالا که بارندگی شده باز ما گوسفندا خونه میفروشیم. خوب کار میکنیم الحمدلله. امیدوارم که همین چند روز دیگه هم که البته همین یک ماه دیگه هم یعنی کامل برج حمل هم که بارندگی باشه خوب به نفع دیگه. بله بله الحمدلله. بیننده گرامی، ما که در قریجات بیشتر میرین و بلاوی که صحبت میکنین با عزیزان مثلا از طریق برنامه پخش میشه که درباره خوبی های بارندگی ها صحبت میکنن و واقعا که اینقدر راضی هن و اینقدر خوشحال هستن که این رحمت الهی بر ما سرازیر شده که بی حد و بی اندازه. امیدوارم که هر سال این اتفاق بفته که تا اینکه از مشکلات و از خوشسالی ها نجات پیدا کنیم. چند سال در خوشسالی ها بودین؟ بله تقریبا 15 سال ما خوشسالی داریم. خیلی هرچی که فکر کنی خوشسالی ها زیاد پشت سرم، کشاورزی نمیشود، هیچی نمیشود. حالا خدا شکر امسال سال خوبیه. خیلی خوب. مونده نباشین. سلامت باشین. خوشحال هستیم. سلامت باشین. شما هم که نام خدا به جمع جوانایم دیگه. بله. اسم مبارک شما؟ بسیر احمدم. بسیر احمد جان، چی کار میکنین شما؟ مصروفیت شما؟ کشتمندیه دیگه، کشاورزیه، مشغولی. خیلی خوبه. یعنی واقعا شما همیت فضای زندگی میکنین، یک وقت دیت امی دلتنگ هم میشین؟ نه قد، ما همی به شرق فامیل داریم، دوشسته شوی میریم، فکر میکنیم به زندانی. واقعا هم همون قسمه. جای سرسبزی، جای خوبه، دینشینی قد خوبه. در قریه میرزا محمود باغ و میوه و اینا هم هست؟ باغداری نه؟ باغداری که هر کس تا سراخ مثلا چند تا درخت دارم، اما روبوری نامه شاده. یعنی باغ کلی نداره؟ نه کلی نیه. نه خیلی خوبه، موفق باشین. اسم شما؟ سلام علیکم، زکرالله جان هستم از قریه میرزا محمود. زکرالله جان، چی اسم زیبایی؟ بله بار اوله که شنیدم زکرالله. البته شاید چنین با شما ما مصاحبه بار اوله که با ذکر الله میکنم. خیلی خوبه، انشالله امیدوارم که همیشه سالم باشین. مکتب هم میرین؟ بله حالا مکتب میرین. خیلی خوبه. صنف چندی؟ صنف پنج. خیلی خوبه که میحالا کم که میرین موفقیت. مکتب در منطقه شما کجای نزدیک برای شما دوره؟ مکتب غلی خوجه کامرو دور است، یک ساعت پیاده داره. خوبه دیگه، داخل از این فضای سرسبز بهاری که قدم زده میرین به مکتب، کامل ذهن شما آماده فراگیری علمه. بله خیلی خوب، موفق باشین. خوب عبدالرشید جان، در همیت فضای آدم قرار بگیره و چهار بیتی گوش نکشه، باور کنین جفایه. وای صدف از موج دریا میزنه سر،
وای دل آرامی جلال بام سنگ و خارامی زن سر جان ما ببی تلوی صبح دم چشمای سیام با برجی آشکارا می زن سر بسیار ادامه رو نگفتیم آقا که شر شر میکنه آقا که شر شر میکنه دل یاد دل بر میکنه تا کی به نالم سبزمه تا زمان به نالیم که حیات داریم خودشو ولی آره زمین ها بیشتر شما خود ترکتور چه میکنیم؟ گو میرونه بهتره با گو بیترین چیزی که گورینی گورنده بشه از ترکتور بیتره تر از اینکه کشتی بیتر حاصل جواب میده حاصل بهتره خیلی خوبه انشالله امسال بسیر همه جان انشالله برآورد شما اینه که از یک جریب زمین چند گندوار میداره؟ از یک جریب زمین سه خروار دو نیم خروار سه خروار گندوار میداره یعنی امسال بیشتر از این توقع داریم یا می اندازه؟ دیگه ببینیم چی میشه توقع که داریم حالا بخدا امیتون که باران زیاد برید بلیو. از خوشسلی نجات پیدا کردین انشالله خود شما به این دلیل امیدوارم که امی محصولات خوبی هم برداشت بله ما همه رزیر داریم محصول بیشتر بردن انشالله امیدوارم که خوب محصول به دست بیارین البته اگر زحمت بکشین که محصول خوبی به دست بیارین اگر زحمت نکشین که نابرده رنج گنج میسر نمی شود خب واقعا که نشستن در این فضا نیازی دوباره به برخواستن نداره خوب آدم خوب فضای برابر هوا نیمه ابری خورشید اذیت نمیکنه و طبیعت و یک شمال بسیار خوبی هم هست خب به هر حال بیننده ادامه برنامه بوی خوش روسا از قریه زیبای میزا محمود باشین خب بیننده گرامی در سال جدید و بهار جدید قرار داریم و اینکه امیدوارم که کارهای جدیدی هم داشته باشین که هست انشالله به هر حال اما در این هوای بهاری در فضای بهاری قرار گرفتن واقعا که لذت بخشه و من دوست دارم شما بیننده عزیز هم حتما هفته لاقل یک بار بیرون از شهر باشین بیاین از فضای بیرون از شهر منظره کنین اما یک چیزی یادم اومد قبل از اینکه به صحبت بپردازم با دوست عزیزم این که در روستاها که میایین و در پارک ها که میرین خصوصا متوجه اشجار باشین خدای نکرده درخت ها آسیب نرسه توسط بچه های خورد معمولا چون نمیفهمن شاید شاخه درخت رو بشکنن شاید مثلا درخت راسی برسونن اما شما متوجه نباشین که خدای نکرده به اشجار به درخت ها و به حاصلات مردم ضربه نرسه و آمدن و در طبیعت انسان رو تازه میسازه من واقعا دوست دارم در هر جایی که خود در همین روستاها میرین تا آخر داخل این زمین بنشینین و مجگا قرار کرده استراحت کنه اما خب چون برای ثبت برنامه میاین معمولا از اقدر لذتی که استفاده کامل بردن نمیتونین جز از اینکه واقعا از این بوی خوش روستا استفاده میکنین خب هر حال مونده نباشین سلام علیکم سلامت باشین اعصاب شما خرابه تیار که هستین خوبه سلام و عرض ادب دارم به تلویزیون اسلو علیکم به تمام دوستا و رفیقا و همکارایی که صدای ما میشنوم و میبینم ما سلام عرض میکنیم شما کمی طرف برتر بیاین که حال شما رو ببینم اسم شریف ما عبدالکریم از قوقا میرزا محمود هسته بسیار عالی بیننده گرامی ما صبح کمی دلیل عصبانیت از اینا رو بپرسو همه که در صحبت های مهربان ها نکردن که دیگه بمونم میگم پرسان نکنم خوب هستن انشالله شکر زنده باشه چه کار میکنین عبدالکریم خان؟ همه شغل کشاورزی داریم و همه گو و مال و اینا کشاورزی ما فقط جو و گندم و سبست و ارزن و توگی و پیاز و ایتا چیز های خیلی خوبه چند تا نواسه داریم مثل از این کچولی که مال خودم یک پسر داریم مثل من آقا فیصل خوب
یعنی نواسی شما نیه؟ نه بچه مانو مالو ما گفتم باید پیر شدین دیگه مالو خدا بچه مانه نام خدا من شوخی کردم خدا شما انشالله امیدوارم که 100 سال دیگه هم شما نواسه ندیشته باشی زنده باشیم یعنی اونت جوان بمونی سلامت باشه همین زندگی کردن در همین روستا چی اهمیتی داره شما که؟ اهمیت خوبی داره که فرض مثال به سر خود خو هستیم اگر ساعتی که بیکاریم که فرض مثال آقا بی نداریم بگه وقتی برو به سر کار برو یا نه رو فرض مثال به سر کشت کار خو هستیم کشت خو زحمتی میکشیم فرض مثال آسیده با بازار ری میکنیم ان دیه بابت همین خیلی خوبه که سرسبزی و شیر و ماس و اینا از هم از خود ما استفاده میشه گوسفند از خود ما استفاده میشه میتونیم معنی ما دیگه مشکلات ها مثل منو هم حل کنیم خیلی خوبه موفق باشین و از هم مهمتر مثلا ظرف نمیشوریم بخونه دیگه این مشکلات ها از ما اصلا این رسم و این کارا نمی کنیم بله البته میگم چای جوش میدم فقط همین کار دیغنی از ما هست دیگه خیلی خوبه موفق باشین شوخی کردم بیننده های گرامی گهگداره به خاطر که لبخند ایجاد بشه شوخی های میکنین خدای نگهدار باز شما جنبه رسمیت به زینا ندین عبدالکریم جان با خود داریم و دوست دارم که باز یک چربیتی هم از اینا بشنویم البته به یک جای دیگه یا مالک میخونی دیگه صاحب اختیاریم شما پس خب به جا آقای کارگردان میگن که جای دیگه چون دوست داریم که فضاها رو تغییر بدین و بعدا با شما چربیتی از شما میگیریم و شما بیننده عزیز هم بیننده ما باشید خب بیننده گرامی هم چنان در قریه زیبا و سرسبز میرزا محمود هستیم در کنار جرباب صاحب میخوایم که مشخصا روی موضوعات مشکلات قریه صحبت داشته باشن که چی مشکلاتی دارن و انشالله امیدوارم که به گوش مسئولین برسه مشکلات ما اول که همی برقه فهمیدیم اول همی برقه دیگه هیچ نوع کمک و احسابی به زی منطقی ما نشده چرا ما دوم به ولی سویلی انجیلی به اخکل از هیچ رقم از ما کسی نمیپرسه همی پلان ما گدشتی از همی برق کسی من قصه ما نیه همین دیگه ما چیکار کنیم دیگه کشاورزی و گندم و مشکل اصلی شما مشکل برقه که چند بارم در خلای برنامه گفته شد ولی مشکل ما همین برق از کمک مولداری ما کسی با ما چیزی اطلاع نکردم بخش زراعت هم برای شما کسی کار از نی از زراعت نی مولداری از هیچ کدوم با ما مشکل رد نکردم همه چی آماده و نماده برای ما نرسیده خیلی خوب البته تقریبا میشه گفت که این قریجات که ما در همین میرزا محمود قرار داریم تقریبا میشه گفت از قریجات دور افتاده تره و من فکر میکنم که البته فکر میکنم شاید ولسوال انجیل هم خبر داشته باشه که غریب نام میرزا محمود در اینجی دارن خب هر حال خوبه که مسئولینی که در رأس قرار دارن بیان نزدیک مناطق رو ببینن و مشکلات رو بررسی کنن و بعد به کمک مردم تا حد امکان لاغر رسیدگی بشه و مشکلات اینا مد نظر گرفته بشه در بحث کشت و کار و اینا هم که خود اینا توضیح دادن که خود اینا هرچی آید میکنن و پس مصرف میکنن و استفاده میکنن کمک آنچنانی متاسفانه نشده خب به هر حال جرباب صاحب جوانان غری شما چی کارهای و دارن چی مصرف دارن همین فوتبال بازی میکنم و دیگه هیچی همین فوتبال و درس میخونم با مدرسه خیلی خوب یعنی تیم ورزشی هم دارم ورزشی هم دارم بله شما هم جوانان رو تشویق میکنین خود اینا هستین ولی خود اینا تشویق میکنین خود اینا هستیم خب دیگه چیز نیه دیگه خیلی خوب یعنی به مو حد تا حد توان رینو در کنار نه تو تو قوت ما میکش هست بدن نیه دیگه خیلی خوب موفق باشین خیلی خوب موفق باشین امیدوارم که امیر رقمی که در کنار جوانانیم جوانان هم حتما در کنار شما هستن و این باعث میشه که قریه شما انشالله پیشرفت کنه و از این مشکلاتی هم که داریم نجات پیدا کنه خب بیننده گرامی بیننده ادامه برنامه باشید های سفر ممسونی بالاندار رمیار ها دل آرامی به دل شوق و تماشا دارم یار جانی محبوب الله جان آرائی به دل دارم ببینم روی تو جانان جانان به مرگ خود چی پر و دارم ای یار الله ای داد و بیداد
دور داده بود. خب بیننده گرامی، این بود برنامه بوی خوش روستا که از قریه زیبای میرزا محمود تقدیم حضور شما ایزان شد. امیدوارم که از این فضای سبز بهاری لذت برده باشین. تا برنامه بعدی و روستای بعدی که با همکاران عزیز به حضور شما این، الله یار و نگهدار. آتی اون زدب داری پیغم برایم که چانو من قلام آبیا محمد الله.